یکی از موزه های معتبر جهان موزه تاریخ باستان مصر است که در قلب قاهره واقع شده است. موزه قاهره پس از 5 سال مطالعه و آموزش موفق شد طرح بازدید و آموزش نابینایان را از موزه آغاز کند. هرچند دست زدن به اشیا در کلیه موزه ها ممنوع است، ولی این موزه با روش خاصی به روشندلان لمس و دست زدن به بعضی از اشیاء با ارزش موزه را اجازه داده است. خانم دکتر وفا الصدیق رئیس موزه قاهره این ایده را از موزه‌ای در آلمان کپی کرده و آن را با فرهنگ مصریان درآمیخته و به صورت طرحی جذاب پیاده کرده. و از آنجایی که در مصر تعداد نابینایان بسیار است و هیچگاه شانس بررسی تاریخ غنی مصر باستان را نداشته اند، بدین ترتیب کمک فراوانی برای آموزش آنها خواهد شد. در عصر الکترونیک و کامپیوتر ژاپنی‌ها سنت نوشتاری خود را با مرکب بر کاغذ سالی 1 بار می آزمایند. خطاطان و خوشنویسان جوان و پیر از سرتاسر کشور به توکیو آمدند برای یک گردهمایی سالانه خوشنویسی سنتی. این مسابقه در 6 گروه بندی و به مدت 24 دقیقه اجرا می شود و شرکت کنندگان باید نوشتار خود را با قلمموهایی که با موی اسب بست و مرکبی که از زغال تهیه شده بر روی کاغذ برنج بنویسند. و متون هم معمولاً از آرزوهای شخصی برای سال نو و یا تصمیمات مهم برای زندگی در سال جدید است. طی چندین روز داوران با دقت کلیه نوشته‌ها را به درستی بررسی می‌کنند و نمره‌گذاری می‌نمایند. دست‌اندرکاران تلاش دارند از این راه نوشتن اشکال یا به زبانی حروف ژاپنی در ژاپن را زنده نگه دارند. در یک نمایش با شکوه تعداد بسیاری از هنرمندان سرتاسر جهان به جنوب استرالیا آمدند تا نمایشگاه سالیانه مجسمه‌های ماسه‌ای را در شهر فرکستون برگزار کنند. 19 مجسمه در پایان برنامه به نمایش گذاشت که از 280 کامیون ماسه ساخته شدند. هیچ گونه مواد اضافی در شنها و ماسه ها اضافه نمی شود و هنرمندان با تخصص و فشار فوق‌العاده بر روی ماسه ها مجسمه ها را ایجاد می کنند. نیک روزگار باشید.